سلام و درود به شما دوستان گرامی، از شعر و زندگانی با شما هستم با یک شعر بسیار زیبا و آموزنده از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی از دفتر پنجم مثنوی. حکایت شخصیتی به نام جوهی رو پیش رو داریم که این شخصیت چادر به سر میکنه و در مجلس وعظ میره، در پای منبر می نشینه، البته در بخش خانم ها، و اونجا شناخته میشه و مردم می شناسن او را. قبل از شروع شعر نکته ای رو یادآور میشم که در این شعر ما الفاظ رکیکی رو هم داریم. دوستانی که مایل نیستن بشنون یا دوست ندارن می توانن این ویدیو رو نگاه نکنن. خب به هر حال شعر رو شروع می کنیم عزیزان. حکایت جوهی که چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد. زنی او را بشناخت که مرد است، نعره ای زد. از اینجا شروع میشه. واعظی بود بس گزیده در بیان، زیر منبر جمع مردان و زنان. رفت جوهی چادر و روبند ساخت، در میان آن زنان شد ناشناخت. سایلی پرسید واعظ را به راز، موی آنه هست نقصان نماز؟ موی آنه یعنی همان موهای پایین بدن، موهای عورت. موی آنه هست نقصان نماز؟ گفت واعظ چون شود آنه دراز، پس کراهت باشد از وی در نماز. یا به آهک یا ستره بسترش. ستره که همان میشه گفت همان تیغ هست، تیغی که یا با تیغ اونو بتراش یا با آهک پاکش کن، تا نمازت کامل آید خوب و خوش. گفت سائل آن درازی تا چه حد؟ سائل بنده خدا میپرسه که درازی تا چه حد باشه. شرط باشد تا نمازم کم بود؟ گفت قدر جوی گردد به طول، به اندازه یک دانه جو هرگاه به این اندازه درآمد باید بتراشی. پس ستردن فرض باشد ای سؤل. گفت جوهی زود ای خواهر ببین. جوهی که در بخش خانم ها نشسته بود، به اون خانومی که در کنار دستش بود به اون میگه زود ای خواهر ببین، آنه من گشته باشد این چنین. بهر خوشنودی حق پیش آر دست، کان به مقدار کراهت آمده است. دست زن در کرد در شلوار من، تیر او بر دست زن آسیب زد، آسیب کرد. نعره ای زد سخت اندر حال زن، گفت واعظ بر دلش زد گفت من. واعظ اون کسی که موعظه می کرد اینجا میگه آیا این گفته های من بود که بر دلش زد، یا این نعره یا این فریادی که از این خانم بلند شد به سبب این گفته های من بود؟ گفت نه بر دل نزد، بر دست زد. از اینجا به بعد پیام مولانا شروع میشه. وای اگر در دل زدی ای پرخرد، بر دل آن ساحران زد اندکی، شد عصا و دست ایشان را یکی. ساحران همان ساحران یا جادوگران زمان موسی بود که عصای خودشون رو میندازن تبدیل به مار میشه، و حضرت موسی هم عصای خودش رو میندازه تبدیل به یک افعی میشه، یک مار بزرگی که تمام این مارها رو میبلعه. و اونجاست که اون ساحران به خداوند موسی ایمان میآوره و از فرعون رو برمیگردانند. بر دل آن ساحران زد اندکی، شد عصا و دست ایشان را یکی. گر عصا بستانی از پیریشه ها، بیش رنجد کان گروه از دست و پا. که اونجا بعدش فرعون دستور میده دست و پاهای این ساحران رو در جهت مخالف هم قطع کنند. نعره لا زیر بر گردون رسید، هین ببر
که جان ز جان کندن رهید، که اونجا اون ساحران میگه که میگن که باکی نیست از اینکه دست و پاهای ما رو ببریم، ما به پیش خداوند خود میریم. نعره لازر بر گردون رسید، هین ببر که جان ز جان کندن رهید، که به واسطه اینکه تو ما رو میکشی به سبب این کشتن، تازه ما از جان خود، آزاد میشیم. ما بدانستیم ما این تن نه ایم، از ورای تن به یزدان میزییم. ای خنک آن را که ذات خود شناخت، اندر امن سرمدی قصری بساخت. کودکی گریت پی جوز و مویز، کودک، اگر به کودک، به رفتار کودک کمی نگاه کنیم یا دقت کنیم، میبینیم که در پی چیزهای بسیار کوچکی، چیزهای بسیار خردی، همیشه گریه میکنه. کودکی گریت پی جوز و مویز، اما اینجا کودک به معنای اون انسانی هست که انسانی که از نظر عقلانی، از نظر علم همانند یک کودک هست. کودکی گریت پی جوز و مویز، پیش عاقل باشد آن بس سهل چیز. پیش عاقل هم اون شخصیتی که دانا هست. پیش دل جوز و مویز آمد جسد، طفل کی در دانش مردان رسد. مردان هم نماد اون انسان هایی هست که از دانش خود به خوبی استفاده می کنند، یا انسان هایی هستند که در علم و دانش پر هستند. طفل کی در دانش مردان رسد، هر که محجوب است او خود کودک است. هر که بی خبر است، یکی از معناهای محجوب بیخبر بودن هست. هر که محجوب است او خود کودک است، مرد آن باشد که بیرون از شک است. مرد هم اینجا همان کسانی هستند که اهل دانش هستند. مرد آن باشد که بیرون از شک است. گر بریش و خای مردستی کسی، هر بزی را ریش مو باشد بسی. در اینجا مولانا میگه که اون خصوصیات و ویژگی های فیزیکی یک مرد نمایانگر مرد بودن نیست. گر بریش و خای مردستی کسی، هر بزی را ریش مو باشد بسی. پیشوای بد بود آن بز شتاب، میبرد اصحاب را پیش قصاب. اون شخصی که به ظاهر ریش داره، یا اون بز، یاران خودش رو به قتلگاه میبره، به دم کشتن میدهد. ریشانه کرده که من سابقم، ریشانه کرده که من سابقم. سابق یعنی من پیشوا هستم، من ولی هستم. ریشانه کرده که من سابقم، سابقی لیکن به سوی مرگ و غم. این روش بگزین و ترک ریش کن، ترک این ما و من و تشویش کن. تا شوی چون بوی گل با عاشقان، پیشوا و رهنمای گلستان. کیست بوی گل دم عقل و خرد، خوش قلاووز ره ملک ابد. قلاووز یا قلاووزه، خوش قلاووز ره ملک ابد. قلاووز هم اینجا به معنای پیشرو هست، کسی که راهبر است. در یکی از شعرهای، فکر کنم در داستان اون خرگوش و روباه بود، فکر کنم، اندر آمد چون قلاووزی به پیش، تا برد او را به سوی دام خیش. و اینجا به پایان این شعر زیبا رسیدیم. تا اشعار بعدی شما را به خدای بزرگ می سپارم.